اینجا یه دونه LED من دارم که آنود اونا به مثبت ولتاژ DC وصل کردم. اینم قسمت کاتود اونه که اینجا میبینید آزاد هست و اینم قسمت منفی پراپ من، یعنی قاز آچره. حالا من با این قلمو یه خطی بین این دوتا رسم میکنم. میبینید روشن شد و هر چی داره از زمان اون میگذره که خوش میشه این مایه، نور LED هم بیشتر میشه. بریم با هم ببینیم که این مایه که من زدم چیه و چه کاربردی داره. سلام از کیتی عزیز، وقتتون بخیر. این رنگی که من اینجا زدم بهش میگن لاک رسانا. زمانی که شما ریموت یا تلفن‌های دکمه یا تعمیر میکنید، ممکنه که به این مشکل برخورد کرده باشید که دکمه‌های اون تلفن یا دکمه‌های ریموت به خوبی کار نمیکنه. کاری که اول انجام میدین، باید این قسمت رو باز کنید، روی این مدار چاپی ها به وسیله تینر تمیز کنید، چون ممکنه گرد و غبار و چربی نشسته باشه و نذاره که این دکمه ها که زیر اون میبینید مشکی رنگه، وقتی که شما فشار میدین ارتباط الکتریکی اینجا برقرار کن. اگر که این کار رو انجام دادین و تمیز کردین و دیدین بازم خوب نشد، این دفعه میای این قسمت هایی که مشکی هست از این لاک های رسانا استفاده میکنید. البته من اون رو توی یکی از فروشگاه های یس خریدم، فروشگاه آنلاین مختلفه که اینا داره. حالا این لاک رسانا FLD هست. خب بریم ببینیم این لاک رسانا. این لاک رسانا روی اون نوشته که برای ترمیم و بازسازی دکمه های لاستیک کیبورد، ماشین حساب، تلفن ثابت و همه اینا استفاده میشه. نکته مهم اینه که آتش‌زا هست، یعنی اگه حرارت بهش ببینه آتش میگیره. زمان خوش شدنش 10 دقیقه. چجوری استفاده میشه؟ حتما زمانی که اینو خریدین تکون بدین که این صدای تق تق رو میشنوین، بعد اونو بازش کنید و با یه قلمو که مخصوص خودش هست یه لایه خیلی نازو روی قسمت مشکیه میزنی. الان من متاسفانه دستم تکون خورد به گوشای اون رفت. خب مشکل نداره. اینو پخشش میکنید، خیلی نازک، خیلی زیاد نذارید چون وقت خوش میشه حالت شکننده به خودش میگیره و بعد میذارید. این 10 دقیقه نوشته که خوش میشه. حالا شما اگر گذاشته تا نیم ساعت هم باشه که بهتر هست. میبینید این LED اول نور اون خیلی کم بود. هر چی داره این مایه خوشتر میشه، رسانه اون بیشتر میشه. من الان همینجور میذارم باشه تا ببینید که نور LED چقدر زیاد میشه. نکته که هست، من این ریموتو بازش میکنم. جدیدن ریموتا اینجوری شده که یه صفحه فلزی داره و شما این دکمه ریموتا که فشار میدین، اون میاد این صفحه فلزی ها اینجوری برای شما خط و بست میکنه. اینه چه ساده شده که گرد و غبار رو خاک دیگه زیر اون نره. برای این ریموتا دیگه قاعدتا نمیشه استفاده کرد. خب من اینو الان جدا کنم. الان حدودا 2 دقیقه است که من این لاکا زدم. میخوام ببینم که اهم اونو میتونم اندازه بگیرم یا نه. پراپامو میذارم روی ابتدا و انتهای این لاک رسانا. این مقدار اهمی که داره الان حدودا 16 کیلو اهمه، ولی مطمئنن هرچی خوشتر بشه مقدار اهم اون پایین تر میاد. الان من میخوام کاری که انجام بدم، دو سر این گرافیته رو به یه ولتاژ 30 ولت DC وصل کنم، بینا چه اتفاق میفته. دیدین کاغذ داره آتش میگیره. وای 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 دیگه خطش کنم بیشتر از این. این برگه‌ای است که من نقشه شماتیک رو میکشم و پایین اونو داشتم الان تست میزدم، دیدین به راحتی آتش گرفت. حتی میتونین از این لاک رسانا برای کار تعمیرات خودتون استفاده کنی. من اومدم داخل گوگل سرچ کردم لاک رسانا، چند تا سایت برای من آورده. اولی سایت که همین مدلی است که من دارم، لاک رسانه FLD هست. این قیمت 63,500 تومان. توی کامنت ها خیلی از عزیزان نوشتن که کاری نداره، بیکیفیت، از این جور چیزا. نمیدونم حالا تاریخ انقضا داره یا نداره، چیزی که من روش ندیدم، ولی من الان تست زدم براتون. برادای دیگه هم هست، مثلا برای تکنوشیمی هست. فروشگاه دیگه که اینجا هست RNGO.IR هست که اینا داره و دیجیکالا لاک رسانه FLD مدل FR. خیلی قیمتش تفاوت داره. تا ببینی این 94,000 تومان میفروشه، اینجا 60,500 تومان. پس دیجیکالا قاعدتا ارزون تر نیست. قم الکترونیک هم یه برند دیگه رو داره و 52 تومان. اگه این ویدیو دوست داشتین لایک کنید، نظر خوشگلتم برام بنویس که آیا توی تعمیرات از این لاک استفاده کردی یا نه و تجربت برام بگو. موفق و پیروز باشین. یا علی.